خانم میترا بابک عزیز همراه هستیم خوب هستیم؟ خوب هستیم بابک من خیلی خوب تو هفته قیبت داشتی دو هفته قیبت, و <تصفح> <تصفح> دو هفته قیبت <تصفح> <در> <تصفح> کلی اعتراض و یه دنیا تشکر خواهی و تشکر تشکر از محبتی که همیشه دارن واقعا خیلی از همه ممنونم که اینجور لطف میکنن و دنبال میگردن و سوال میکنن کجایی و بعد از از اینکه دو هفته در خدمت همه شما و عزیزون نبودم ولی حالا برگشتم من معمولا وقتی میرم مسافرت با تحقیق یعنی حتی مسافرت شخصی هم باشه پژوهشگری شخصی خودم و حرفه خودم قافل نمیشم ازش هم در مورد فرهنگ هم در مورد مذهب و هم در مورد زبان ها و سیاست اون منطقه چیزی که برای من خیلی جالب بود اجازه دارم کوچو و کوتاه در موردش صحبت کنم چون همیشه من به صورت سوقاتی من اینه تحقیقی که با خودم پیدا تحقیق کردم پژوهشگریمو به عنوان سوقاتی در سمینار و دو برنامه رادیو همیشه عنوان میکنم به صورت خیلی خلاصه و گلچین میکنم از دیده های خودم چیزی که برای من خیلی جالب بود وارد سه تا کشوری شدم شیلی، آرژانتین و برزیل که هر سه کشورهای بسیار خطرناکی هستند از نظر گنگ و مافیا و از این بازیا. ولی سه تا هر سه تا کشور ها سه تا رئیس جمهور زن دارن و این برای من خیلی جالب بود که تو سه تا کشور خطرناک الان در حال حاضر سه تا بانو دارن حکومت میکنن و حکومت در دست بانوان هست. حتی برزیل خیلی رو یعنی یکی از کشورایی که خیلی در, در صحبت میشه. و همین که... چند روز قبلی از اینکه بیام دوباره این بانو دوباره انتخاب شد. کاندید شد و دوباره انتخاب شد. چیلی هم همینطور. و این خب خیلی مهمه سه تا زن تو آمریکای جنوبی که یه همچین کشورهایی یه سه تا زن حالا دارن حکومت میکنن و دوبار انتخاب شدن دوباره و آروم تر بود برزیل خیلی تر از گذشته بود گنگ ها خیلی مخفی تر هستن دیگه به صورت آشکار نیستن این برای من خیلی مهم بود و همچنین رفتن تو دل مردم همیشه میرم تو دل فقیرنشینا میبینم تو دل مردم نه فقط تو هتل بشینی یا فکر کنی که فقط اومدی این برای من خیلی مهم بود که رفتم تو دل مردم تو هر کشوری که ببینم دو دنیای فقیر نشینشون نگاهشون نسبت به حکومتشون چیه نگاهشون نسبت به فرهنگشون چیه خب کشورهایی که خیلی شادن میدونیم که اینا کاتولیک هستن خیلی هم مذهبی هستن ولی در اینا مثل این دنیا و اون دنیا رو دارن نه هم این دنیاشون رو دارن هم اون دنیاشون رو دارن یعنی دائما در کنار اون مجسمه مسیحشون که 300 متر و بز... بزرگترین تو اون قله بزرگشون گذاشتن در کنار مسیحشون در کنار دین و عقیدهشون رقص و خوشحالیشون هم همیشه در کنار خودش داره و این نشون دهنده یه فرهنگ شاده فرهنگ شاد از کجا میاد از همون مذهبش میاد از سیاستش میاد از سیستمش میاد و واقعا آدمای خیلی خیلی معمولی با سنای بالا و کم فرق نمیکرد همشون در حالی یعنی وایسادن میخوان غذا بخرن اگه موزیک هست خودشونو تکون میدن یعنی دائما این بدن داره تکون میخوره برای شادی برای رقصیدن قضاوت نمیشن برای چی پوشیدن و چه جوری دارن میرخصن اینا دوباره مسائل خیلی مهمی بود که حالا خیلی خلاصه بود تو سمینار من بیشتر در موردش صحبت کنم فردا تو رادیو خیلی بیشتر در موردش صحبت میکنم این یه گلچینی بود البته اما من قول داده بودم در مورد دیتینگ صحبت کنم که بعد دو هفته نبودم ولی میخوام یه مقدار قبل از اینکه وارد دنیای دیتینگ بشیم چون دنیای دیتینگ و یا ملاقات های عشقی قرار شد که در مورد این بادی لنگویج من صحبت کنم که بادی لنگویج خانم چی میگه بادی لنگویج آقا چی میگه این بادی لنگویج زبان بدن و چجوری باید خوند چجوری باید رفتار کرد تو ابتدای آشنایی اینا آره اینا صحبت های خیلی گرمیه که خیلی هم دوست دارن بشنون و حتما هم در مورد صحبت خواهیم کرد دیگه خیلی هم تجربه دارن و نوشتن آره و میخوایم بیشتر از اینم برامون بنویسن اما تو این مسافرت من همیشه مسافرت خیلی بهم هم خوش میگذره ولی این بار خیلی بهم به خوش نگذشت به سه دلیل یکی اینکه این مدلی که من دارم برای دنیا یه مدل جدید دارم می‌نویسم اینو من قرار بود سابمیت بکنم تو همین ماه که اونجا داشتم درس هم می‌خوندم یه خورده استرس بود مسئله دوم مسئله کوبانی و این داعش و آیسس بود که دوباره زمانی نبود برای سفر من ولی خب نمیتونستم کنسلش کنم و بعد مسئله اسید پاچی بود اینا دوباره منو خیلی به هم ریخت یعنی واقعا حقیقتا نمیتونستم مثل همیشه اون احساس آرامش و سویچاف بکنم دوباره فرش برگردم همینطور دائما اخبار گوش میکردم فاجعه اسیدپاشی یه فاجعه بزرگی بود یعنی با تجاوز به ما کردین با چاقو به ما حمله کردین با اسلحه های مختلف به ما حمله کردین ما رو داغون کردین له کردین تحقیر کردین آخر حالا با اسید پاشی میخواین ما رو نابود کنین زن و زن ایرانی نابود نمیشه حتی با اسید پاشی صورت من از بین بردی افکار منو که نمیتونی از بین ببری نهایت بی انصافیه برای اینکه صورتی که از از نظر روانشناسی دارم میگم روانشناسی فردی و روانشناسی اجتماعی صورت چه آقا چه خانم فرق نمی صورت نمایانگر 80 تا ماسل داره ازوله داره صورت صورت بیانگر شخصیت انسانه چون به محض اینکه من به تو نگاه میکنم به تو نگاه میکنم ناخود آقا به صورت هم دیگه نگاه میکنیم و توی ناشرف صورت منو از بین بردی تاثیر خیلی خیلی عمیق روانی میذاره به اضافه که در تو ف... جامعه هم دوباره خیلی ترسناک میشه برای دیگران ترسناک میشه چیزی که برای من خیلی خیلی جالب بود یه خانمی بود توی گروپ ما بود چون من با تور میرم این خانم نزدیک اینکه 45 سالش جوون بود ولی این طرف صورتش خیلی غیر طبیعی بود یعنی به بسو... بر... راحتی نشون میداد این صورت ولی این خانم انقدر اعتماد به نفس داشت انقدر راحت با این قضیهش کنار اومده بود به راحتی صحبت میکرد با همه خیلی هم خونگرم بود من حواسم بود بعضی وقتا که باهاش را میرفتن یا پشت سرش بودم ببینم مردم این کشورهای دیگه چون این خانم از انگلستان وارد این کشور شده مردم اون کشور بعضی از چون توریستم اونجا خیلی زیاد بود بعضی ها بهش نگاه میکردن یا به همدیگه نشون میدادن ولی اعتماد به نفسی که این بانو داشت برای من خیلی خیلی جالب بود متاسفانه اجازه به خودم ندادم ازش سوال کنم دلم خیلی میخواست بپرسم چی شده صورت تو ولی به خودم اجازه ندادم تا تو احساس نکردم احساس کنم شاید دوست نداشته باشه بگه ولی هرچی بود صورت خیلی این قسمت صورت خیلی ناجور بود و نامعمول بود و قابل دید خیلی زیاد بود اما اعتماد به نفس خیلی مهمه الان این عزیزانی که اینجور صورتشون رو از بین بعضیشون عکسشون رو رو گذاشته بودن صورتش سوخته بود ولی زیباییش کاملا میتونستی هنوز ببینی ولی بعضی از عزیزان چشم و بینی و صورتشون مثل برنامه قبل از برنامه ما یه شمای برنامه داشتین امروز که یه خانم افغانی توی آراشگامی یه خانم پاکستانی زنده باد به این بانو که اینجور کمک کرده کوشش کردن که این عزیزو من یک حدود ده, ده سال پیش یه خانم پاکستانی دوباره اسید به صورتش پاشیده بود یا آقای عاشقش شده بود و این خانم دوستش نداشت کار میکرده سر کارش بوده بعد یه روز این آقا میاد اسید به نصف صورت این میپاچه رو میره وقتی که اومده بود اینجا برای معالجه بعد فرستاده بودنش بر از از روانشناسی من کمکش کنم خب نصف صورت یعنی این طرف صورت بسیار زیبا بود این طرف صورت کمپلیت تمام کردن رفته بود خیلی سخته خیلی دردناکه مخصوصا برای زن برای مردم خیلی دردناکه بعضی وقتا انقدر اسید عمیقه که ممکنه کور بکنه کمپلیتی صورت از بین میبره هیچی برای من نمیمونه وقتی من صورتم از دست بدم حالا مردم و جامعه هستش که خیلی خیلی موثر و مهمه حالا این مردها آقایون من روز شنبه تو برنامه آزادگان صحبت که رادیو آزادگان حالا شما آقایون باید سفت و محکم بیستین برای حقوق زن برای حقوق خواهر خودت برای حقوق کسانی که در کنار تو هستن من دیروز تو سمینار گفتم برای یک لحظه برای یک لحظه فقط فکر کنیم اگه من تو تو جای اون خانم ما بودیم فقط برای یک لحظه فقط خودمون رو جای اون شخص بذاریم که به صورت ما اسید پاشیده شده تو هیچ وقت به اون درک و به اون بازم نمیتونیم <تصفح> ولی فقط برای یک لحظه ببینیم چقدر ترسناکه چقدر چقدر دردناکه و بعد جوک براش بسازیم من یک یه جوکی فرستاده بودن که دیگه با دو با دختر اگه میخوای زن بگیری با دختر اصفهانی ازدواج کن چون دیگه جرئت نمیکنه از خونه بیاد بیرون آشپز خوبی شده خانه شرم بر ما حالا وقت جوک ساختنه این جوک داره برعکس ما باید بیشتر در اون خیابونا بریزیم بیشتر خودمون رو تو جامعه نشون بدیم نشون بدیم که ما از این ارازل و اوباش نمیترسیم ما از این روب و وحشت ها نمی اینو همه جریان از حالا عزیز روانشناسی سیاسی دو صحبت میکنم اینو همه جریان روب و وحشت روب و وحشت وقتی من میخواد ببین داعش و آ... آیسز داره چیکار میکنه در کنارش پشت سرش ما بخوایم اسید پاشی بکنیم تو کشور خودمون اونا دارن خانما رو قتل عام میکنن تجاوز میکنن میفروشن به صورت برده دارن میفروشن و بعد تو همین زمان که ما داعش به فرض بر علیه این ور قضیه هم حالا سنی هم هستیم این وسط دیگه بعد حالا ما مسئله اسید پاشی خب هیچ وقت هم که پیدا نمیشن عواملش حالا یا خبرنگار عواملش یا کشورهای دیگه عواملش الان زمانیه که ما باید بیستیم من زن من مرد ایستیم در موردش صحبت کنیم و من شخصا خیلی تشکر میکنم از تلویزیون های دیگه و رادیو های دیگه و خود من و تو که انقدر در موردش دارن صحبت میکنن برای اینکه سکوت نباید کرد نباید بهشون نشون بدیم که ما میترسیم از از این ترس از این رو به ها ما پوست روانیمون قوی تر از این حرفا شده خان بابک بغیر از اینکه که خب داریم اعتراض رو نشون بدن مردم و اینکه نشون بدن که چقدر از این موضوع ناراحتن چجوری جوری بخوام با این افرادی که قربانی این اسید پاشی شدن رفتار کنم برای اینکه این افراد متاسفانه منزوی میشن کار بسیار بزرگی که این بانوی پاکستانی کرد کمک کمک مالی گرفت چون متاسفانه اگر تو کشورهای غربی باشن میدونین که سازمان بهداشت و بهسیز به صورت مجانی اینا رو فورا همین خانم پاکستانی که من میگم به صورت مجانی رو صورتش داشتن کار میکردن مجانی هم فرستادن پلومن پولش اونا میدادن ولی تو کشورهای شرقی خیری یا سازمان شخصی هستن که اینجا این پایگذاری شدن ولی به کشور خودشون کمک میکنن دقیقا. الان زمانیه که بتونن کسانی بتونن یه همچین کار بزرگی چه داخل ایران و چه خارج از ایران کوشش بکنن برای پلاستیک سرجری یا جراحی پلاستیک که به موقع مناسب که رسید پوست مقدار قوی تر شد بتونن اینا جراحی پلاستیک بکنن یعنی کمک مالی در درجه اول و کمک معنوی هر دو کمک معنوی و کمک مادی خیلی خیلی الان موثره خیلی مهمه یعنی من اسید پاشیده شده به صورتم وقتی اولا ببینم که در موردم دارن صحبت میکنن این خیلی از نظر روانی خیلی مهمه مردم تلویزیون و رادیو ها بی تفاوت از این قضیه من وسط توجه هستم این خیلی مهمه دوم من سازمان های خیریه حالا هر کسی که میتونه کمک بکنه پول جمع بکنه این دوباره این مرحله کس که من که اسید به من پاشیده شده به من خبر خوش رو بدن که دارن در مورد صحبت در موردتون صحبت میکنن و دارن پول جمع میکنن که صورت تو برگرده صورت صد درصد بر گرده ولی خب خیلی میتونه از اینی که هست بهتر بشه خب خیلی تاثیر داره خیلی مهمه این. خب این از نظر روانی خیلی رو من تاثیر میذاره احساس میکنم که خب پس امیدی هست برای بهتر شدن من بعد جامعه مردم وقتی که نگاه میکنن به صورت تعجب آور به صورت الهی بمیرم به صورت این این احساس های حرکت های صورت خیلی مهمه تو جامعه یعنی وقتی که من اسید پاشیده شده به صورتم خودم از خودم خجالت میکشم خودم میترسم خودم از قضاوت دارم میترسم مردم کوشش کنن تمرین کنن چون تو فرهنگ شرقی این نیست فرهنگ شرقی به همدیگه هم نشون میدن ظلم میزنن نگاه میکنن بعد فضولی هم تازه میکنیم ما چی شده چرا اینجوری شدی و ای تو فرهنگ غرب به خودش اجازه نمیده سوال کنه و نگاه نمیکنه زل نمیزنه نگاه کنه برای یه لحظه هم اگر چشش بیفته مخصوصا چشمشو برمیگردونه که بگه من ندیدمت یعنی این شعور فرهنگی رو ما پیدا کنیم توی خیابون وقتی میبینیم حالا چه اسید پاشیده شده یا هر کس دیگه ای که مادرزاد هر اتفاقی صورتش افتاده یا دست و پاش هر چی بگذریم ازش فضولی نکنیم و زل نزنیم به هم دیگه هم نکنیم این از نظر اجتماعی خیلی تاثیر مهم می داره که منی که حالا اومدم توی خیابون حالا که این اتفاق اولن با... اولا که اینا رو وحشت ایجاد میشه براشون یادمون باشه اینا فوبیا میگیرن برای مدت ها اینا میترسن خیلی ها میترسن بیان اما ممکنه که این زمان کم داریم خانم، دو دقیقه ولی دوباره چون دقیقه وقتمون کمه خیلی ممکنه بتونن حالا بیان با این حمایت هایی که اینجوری دارن میشن بعدش بتونن بیان توی خیابون وقتی مردم درست برخورد بکنن خب اعتماد به نفس من خیلی بیشتر میشه برای خود نشون دادن خودم ولی چون متاسفانه وقت نیست فقط تو پرانتز بگم تمام سلولای من و تو 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 همه ما در کنار شما عزیزانه بهتون خیلی فکر میکنیم و نهایت کمک و کوشش در اختیار در اختیارتون هستیم که بهتون کمک بکنیم دو بریم سراغ هفته آیندهمون برای هفته آیندهمون همونطور که قول دادم و خیلی ها دوست دارن که حتما در موردش صحبت کنیم دیتینگ یا مخ... قرار ملاقات, قرار ملاقات, قرار ملاقات, های قرار ملاقات های اولیه و یا عاشقانه تجربتون رو شما برای ما بنویسین که چه تجربه هایی داشتین در این قرار ملاقات هاتون. چه اشتباهاتی فکر میکنین خودتون کردین تو این قرار ملاقات که نشد و یا شد اینو برای ما بنویسین و هفته آینده ما حتما دیگه در این مورد صحبت میکن. مرسی خانم بابک, خانم بابک برنامه امروزم به پایان رسید راه ارتباط با ما رو که میدونین وایبر و واتساپ هم که بهش اضافه, اضافه شده, شده تازه فیسبوک اون و, و مورد علاقه شما که همیشه تو گفتی من خواستم بگم واتس اپ وبسایت منظورم بود <applause> نه وایبر و واتساپ وبسایت هم که بود همه رو با هم دیگه فیسبوک با جمعه هم که هست گوگل پلاس هم که هست هشتگ من تو پلاس هم فراموش نکنید لطفا همشن. با ما در ارتباط باشین ممنون که تا الان همراه ما بودین تا برنامه بعد خدا نگهدار